اول خو ما برای رئیس اشرف بسیار احترام دارم. یک فیلم جدید خو از یک چی فرار میکنه از مزگاه فرار میکنه یک پنجا داخلش که شیر میباشه که پس واز میکنه نمیشه دفاعی سخت از یاد عرانی خوب است. یکی از خوبیش یکی از سابق شنگوی بود داره کومیدیان میبودی یا هاشگر میبودی یا ما شخصا کجه به دوست داشتیم ما رو بسیار سپورت بود. به نام خدا سلام بر شما بیننده‌های عزیز، آرزو دارم جور صحتمند و سرحال باشین. خوش آمدین به برنامه دوستانه. در برنامه دوستانه به شما معلوم است که ما اشخاص مطرح را که در جامعه مطرح هستند، الگو هستند، دوست داشتنی هستند، در این برنامه مهمان میکنم و در مورد زندگیشان و در مورد خودشان ازشان سوال میکنم و شما هم بیننده میباشین. طبق معمول امروز احمد ولی هوتک، قهرمان مبارزات آزاد افغانستان و یک جوان خوش اخلاق میمان ما هست. ما حضورشان را خوش آمدید میگم. سلام بر شما احمد ولی جان عزیز، خوش آمدید. تشکر افضلی صاحب. سلام بر شما، بر تمام بیننده تلویزیون خورشید. امیدوارستم که خوب و خوش باشید. بسیار زیاد تشکر. امیدوارستم که به خیر سلامت آمده باشین و روز و روزگار هم به خیر بگذره. زنده باشید. خوب است. شروع بکنیم برنامه را. 100%. دوستان شما ما را تماشا بکنین. ما بسیار سوالای خوبی را بر شما آماده کردیم در مورد احمد ولی جان. چیزایی را که نشنیدین حالا مشنوین. گیم داریم، قصه های شیرین است و بالاخره از مسابقات خود با ما میگه قصه های تلخ و شیرین. شما فقط بشنوین و تماشا بکنین، هیچ جایی نرین، پشت تلویزیونتان حتما باشین. ما از اینجا شروع میکنم احمد ولی جان عزیز، از گپ های نو و قصه های نو و کارکردهای نوتان بگوین که در این وضعیت کدام نوید خوش برای هموطنان است؟ وقتی که اگر من مایوس شوم، مطمئنا هزارها جوانا مایوس میشه، افغانا مایوس میشه، جگرخون میشه. خوش باشم، فرش باشم، یک انرژی مثبت بتم، تمامی انرژی مثبت میگیرم. من گفای خودم میگم آزاد، چیزی که قلبم میگه در قلبم است. چندین ماه مودم به نهایت آف بود، خیلی خفه بودم، جگرخون بودم. کشور خود عاشقانه دوست دارم و دوست دارم بسیار زیاد. پیش از سقوط جمهوریت امکانات در کشور داشتم که در کشور باشم، مثلا امریکا بودم، پس آمدم افغانستان و سایر کشورهای خوب. میتونستم که اونجا زندگی کنم، بهترین سهولت ها بود برام. ولی بازم ما این خاک، این مردم، این وطن دوست دارم. وقتی که جمهوریت سقوط کرد چند مدت خیلی مودی ما بود، حتی از سوشال میدیا خود تقریبا دور بودم، نمیشد که اونجا پوست کنم. پس پیش خود تصمیم گرفتم، گفتم باید بخیزم، ثابت بسازم و بگویم که ما هستم. هیچ وقت مایوسیت باید قبول نکنیم و هیچ وقت شکست باید قبول نکنیم. استاچم دوباره مدت 3 ماه تقریبا میشه که به تمرینات جدیم خود برگشتیم و در این وضعیت که تمام هموطنان منتظر یک شب لبخند هستن، دوست دارن که خوش باشن، یک جشن بگیرم، او روزا را هیچ وقت ما فراموش نمی کنم. مطمئنا شما و هیچ افغان فراموش نمی کنن که شب تا 10-11 بعد شب به پرده تلویزیون میشینه و ایس داره که اگر افغان ما مسابقه داره و ما میکردیم بیرق و به نام افغانستان وارد قفس میشدم و لبخند روی لبان هزاران جوان و هموطنت جاری نیست. و اونجا مسابقه میکردیم به نمایندگی از افغانستان در یکی از کشور بیرون که یک کشور مسابقه میکردیم که تگریف مسابقه میکردیم که بدون شک واریف در اون کشورم رول مهم داشت و یک ورزشکار خوب شناخته شده بود. بله. او را شکست میدادیم و مگی خوش می بود و زنده و افغانستان می گفت. حتی در یک مسابقه ما که در دوبه مسابقه داشتیم در کابل پیرکانم شده بود، پیرکان خوشی. ما او احساسات شانم قدر می کنم ولی بازم خواهش کردم که نباید پیرکان کنه، این تای اندازه خوش باشن. پس بهش خود سیم مومش تصمیم گرفتیم که او سانه را بار بار تکرار می کنم. فعلا در وضعیتی هستم که تمرین می کنم، نیاز سخت به قرنطین دارم. 2-3 ماه که من در کشوری خوب تر قرنطین شوم. در جمهوریت امر همکاری فول میشد، از هر نگاه حمایت میشدم. دیگه
آلی هم طرح و حمایت خود از اینا میخوایم اگر کرد کرد اگر نکرد باز میگم او سانه را تکرار میکنم و بسیار بگ دل پر از گیله از خاکم خدافیزی میکنم. بسیار زیاد تشکر احمد ولی نازنین. به این از مسابقات بگوین، در کال شما چند مسابقه داشتین و چند برد بود چند باخت بود؟ مطمئنن که صحنه های بسیار خوب و جالب و ماندگار هم بر شما رخ داده که هرگز فراموش نکنین از اون مسابقاتتان که خاطره دارین کدام مسابقات بوده؟ ما 23 مسابقه کردیم، تمامش هم رای خارجی، یعنی هیچ مسابقه هم رای افغان مسابقه نکردیم. در 23 مسابقه یک مسابقه را باختیم، 22 مسابقه را تمام میشه بردیم. مطمئنن هر لحظه شک خاطر سالم، اگر بگیم که این مسابقه می خاطر داره، مسابقه می خاطر داره، شاید یک ساعت دیگه فهم خلاص نشم. فکر کنی یک چه خاطره شیرین، چه خاطرات خوب وقتی که خودت نمایندگی از یک کشور بزرگ میکنی و بیرق سر شانه تو زنده و افغانستان یا افغانستان برنده شد، دست بالا میشه، میلیون ها دل خوش میشه، میلیون ها افغان خوش میشن. این خاطراتی هست که هیچ وقت فراموش نمیشه. من فقط لحظه شماری میکنم برو صحنه هایی که یک بار دیگه تکرار شوه، بازنمو بیرق خودت بلند بکنی و لبخند واقعی را بر لبان بیننده های ما، بر مردم افغانستان، کسایی که یعنی بیشترین زجر را تحمل کردن. بسیار زیاد، یعنی اگر میره بگویم که یک قیامت اینا در سال 400 دیدن، مطمئنن قیامت دیدن. شاید او تحولات نظام میره میای او گپای سیاسیش بر صورت ما وصفت یک امتن عادی میگم که در کشور زندگی میکنیم، تمامگی یک قیامت را تیر کردن. روزی که مثلا سقوط بودی، مردم میدیدی میدوید هر طرف و طرف سوشال میدیا میدی که پشت داره مردم خدا ویزان کرده بود، چه حالاتی بود. واقعا نید بسیار درد آور است. خب خداوند دیگه سر افغانستان هم کنه. بسیار زیاد تشکر احمد ولی جان. خودت اگر فردا خبر میشه که مسابقه هست، کسی برات میگه یا مثلا خودت آگاهی پیدا میکنی که فردا مسابقه داری، چه حراس می داشته باشی از مسابقه یا چه ترسی می داشته باشی؟ در کل آیا ترس داری یا حراس داری یا به بسیار شوق و ذوق میری به طرف مسابقه، اصلا حراسی از او حریفت نمی داشته باشی؟ ورزش ما فعلا پروفشنال یا حرفه‌ای شده. وقتی که از دنیای آماتور در حرفه‌ای میری، در قانون بر تو هیچ وقت اجازه داده نمیشه که تو دیگه آماتور مسابقه کنی. دلیلش اون یکی میشه که تا دایی یک پروفشنال کار که تیم موتور مسابقه کنن، یعنی امکان مرگش هم میباشه که باید که او شاید بمرم. از او خاطر پروفشنال یک خط یک مسیر جدا هستن. وقتی که ما مسابقه میکنیم، ما را دو ماه پیش سه ماه پیش خبر میکنه که دایی مسابقه هست. دو ماه یک ماه پیش ما را میگه که اینی عریفت هست. ما نقطه اضافه عریف پیدا میکنیم و برازمون سختترین تمرین میکنیم. یعنی دو ماه که در پیشتر ما گفتم ما با قرنطین نیاز دارم، قرنطین به معنی از این ما که خواه میکنیم، تمرین میکنیم، خوراک میکنیم، خواه میکنیم، احساس آرامش بکنیم، احساس آرامش میکنیم، آرام شدیم بدون از ما دیگه ایچ نو مسئولیت ایچ نو کارم نداریم، نمی کار میکنیم. وقتی که من بگه فردا مسابقه هست دیگه ما زید درس ندارم، برم مسابقه میکنم، ولی که این مردم ما رو نمنده خود انتخاب کرده و قبول میکنن و میخوای که ما برنده شوم، بازی برام مشکل است که من فردا حتی نمیتونم که ما در افغانستان تمرین کنم، از این تمرین برم ما مسابقه بیرمزی رو انجام بدم. بدل ازی که وارد من که بر ما تمرین کرد ما مسابقه میکنم و سیما مقسم قرنطین میکنه، یکی یک کشور یا در کشور خودش برشان تمام زمینه مساعد میشن. اما اینجا که زمینه مساعد نیست، مطمئنا میفهمم که چقدر فکر ما خراب، چقدر جگر ما خون، چقدر مورد ما ضعیف، چقدر مشکلات است. دیگه یک جوان هستم، شاید مسابقه ما رو در جمهوریت هم میدیدم، مشکلات خیلی زیاد در جمهوریت هم ما دیدیم یا بود پیش ما، اما ما هیچ وقت نمیشدم و گیله هیچ وقت نمیکردیم. حالا گیله نمیکنیم، ولی وقتی که مثال نظام باشه، دولت باشه، افغانستان باشه، خاص مردم مسابقه باشه، خاص ما بعدی است که بر ما زمینه خوبتر و بهتر مساعد شوند. بسیار زیاد تشکر احمد ولی نازنین. چند دقیقه پیش از مسابقاتتان شما گفتین که مسابقات برگزار کردیم، تقریبا بیشتر از 23 مسابقه شما داشتین.
یعنی خطرناکترین حریفی که در این مسابقه با خودت فایده داشت و کدام حریفت بود؟ والا باید چشم ما ضعیب گفتن همینطور ما یک عدد دارم میگه یک چیزه که به سختی به دست بیاریم لذت زیادتر میباشم دوستا اگر مطمئن مسابقه رو در نیده یک دفعه در یوتیوب سر بزن حریف های ما رو ببینم باز میفهمم یک دفعه یک حریف جالبیم بود ما مسابقه کرده بودم ما آمدم دیگر وقتی تفریم بود ما بسیار چکری هستم بسیار خوب بود اکس فایب بین سر میزنیم بر گذشته ها و منظورم از دوران کودکیتان است شما مصرف چه بازی بودین بیشتر بازی را که دوست داشتین در او زمان انجام بدین و کدام بازی بوده بخیر باشی والا چی بود والیبال میکردم امی یک پای که میگه خسای میگه او را غرسای میگه چی میگه او را غرسای بسیار بازی دلچسب است و در زمین ما که خرد بودم دمی یادم رفیقای سابق یادم ما میباشه که حالا یادش هم خیر باشه هر جگه هستن ما را بدر کلان می مردم های کلان ها چی میکرد؟ کشتی مینداخت امی همسان سال خودم که مورا خودشفه میکرد مثل اواره ما را کتی کلان ها مینداخت بس برزا یکم جالب بایی بودن که خطره کلان ها چفه میکنن دیگه او خاطر یعنی چی وقت که مثلا مردم جمع میشد که دو نفر کشتی مینداخت ما که در اونجا میرفتم یعنی راست میگم صادقانه و عالم و رفیقای مثلا همسن سال ما از اونجا فرار میکرد که یعنی ما را که رزی خوشتی میدازد به اون دازه شما قوی بودین باز مکتب که بودم دو دی نیادم فکس نیست کسیم به چند دو سه و چهار پنج امی باز همسن های خودم که بود کلش دیگه تابعی امر ما شد یا یک گروپ جور کردیم دم گوچه ما دوشی را اعلان کردیم وقتی که باند احمد ولی بود باز وقتی که صنف چهار مکتب بودم چهار بودم هم که رو با ورزش آوردم خوردم بودم در ورزش عمیقا رفتم در خیالات دنیا رفتم که ورزش یک دنیا هستن در زیاد فکر کردم یعنی او که باند داشتم و از مردم تشلیشان رو میگرفتیم مق میگرفتیم او رفت به شکار خود توجهم فکس طرفید تمرین شد و درسم بود بسیار خوب یعنی ولی جان بر خودت ورزش بسیار فواید زیاد کرده زم نزدیک بر صحتت فایده کرده تو را تمانستک کلان بدماش می بود کلان بدماش می بود و امروز دیگه نمیفهمیدین که احمد ولی و تک بدون از ورزش چی کار پیش می برد بر صورتش کدام ورزشکار خود بد می بینه یا بدبین است مطمئنن که آدم در یک جامعه رشد میکنه نمو میکنه و شخصیت از خود بر جامعه تقدیم میکنه مطمئنن بدبینای زیاد پیدا میشه کی خودت بد میبینه والا این گپ میگم ما انکه یک شب مشکلم ندارم یک شب بدم نمیبینم و یک وقتم بر شانه دارم که سرزا فکر کنم اما مطمئنن که در 100% 90% یا 95% ورزشکار هستن که مرا بد میبینن دلایلش همی هستن که خدا را شکر و خاک پای مردم هستم که ورزش به ما عزت دادن نام دادن شخصیت دادن و در زمین ما که در مسابقه خود تا چه اندازه خوب زیاد عاید میکنم اینو نمیکنم ما چقدر فالوورز دارم چقدر علاقه من دارم یا ندارن به دلیل بخیلی یا مرا بد میبینم و هنوزم ما بازم میخورم که اصلا برشان فکرم نمی کنم و اصلا گفتی اگر در قصه شام نیستم یک شخصیت بود ما یک چیز رو خواندم میگم ما وقتی فهمیدم که ما در جامعه یک کسی هستم یک شخصیت هستم که ما بدبین پیدا کردم در اونجا دیگه دوباره دوانستان متاسفانه که ما بدبین زیاد دارم و ورزشکار هستن و دلیلشون بخیلیشون است و ما بازم میرم میگم که من کتشکشون مشکل ندارم هنوزم شاید هستن اکثر ورزشکارا که مرشان صدقانه کمکم کردیم میکنم در این دم دستم چه هم برشان دیگم کمک میکنم ولی جان یک چیزی که در فکر دوستا خطور میکنن میفهمن در موردش بفهمن زمانی که شما مسابقه میداشته باشین با هر کسی که باشه یا داخلی یا خارجی دوست دارن از آیدش با خبر شوند آیدادم دارین شما چقدر پول مثلا از یک مسابقه شما جمع آوری میکنن من که با یک مسابقه آمادگی میگیریم دیگه خب طبعا که کشور دیگه میری و مصرف میکنی و اونجا ترینر به خود میگیری و غذای تمام چیزی
یعنی بیخی به مطمئن گفتم میتونم 10000 دلار سر خود مصرف میکنم که وگ مسابقه در زندگی عادی ما که مثال میگردیم که غذای ما و همه چیز متفاوت با دیگه هستن، یعنی مصرف خیلی زیاد است و در مسابقه تقریبا مسابقه قبلی که در جمهوریت داشتیم تا 50000 و 40000 دلار ما میکنیم. یعنی 10000 دلار که شما به خودتان مصرف میکردین پول گزافه نیست؟ خب ما سپورت میشده، ما پس ایرا به جای نبود و برد از او میلیون ها میارزید. آها، بسیار زیاد تشکر. یک سوال دوگاه میخواییم کوتا در مورد ازی داشته باشم که شما نفر چکری هستین. ما مطمئنن میفهم چرا هر زمانی که ما بر شما زنگ زدیم گفتیم در سفر هستم، چکر میرم، با دوستا هستم. حالا میخواییم بفهمم که با کی ها میخواین همیشه چکر برین، با کی ها چکر دوست دارین؟ در این مورد اگر بگویم برای رفیقای چکر هستم و دوست دارم فعلا که اگر رفیق ما از دیگه درد و غم آردوی ما یک چیز میرویستانه هست رفیق جانی جانی است آها که با او زیاد چکر میزنیم دیگه خدا نمیمونیم که فکر کنیم بشینیم که نمیتانیم ما میتانیم ما باید خوش باشیم که فکر ما نوزم خوب ترکار کنیم بسیار زیاد تشکر بیننده عزیز میان برنامه کوتاه هست زود برمیگردیم سوالات باقی مانده و احمد ولی عزیز نیز با ما می باشد. یک بار دیگر خوش آمدین به دوستانه و تشکر از اینکه بیننده هستین. احمد ولی نازنین با ما هستن، قهرمان مبارزات آزاد و اینجا در برنامه دوستانه قصه های بسیار صمیمانه همراهشان داریم. شما جای نرین، ما را تماشا بکنین. ولی جان از تحصیلات بین چند دقیقه قصه بکنین که کدام رشته را تحصیل کردین، کدام رشته را دوست داشتین که به پایان برسانین، آیا به خواستان رسیدین، نرسیدین؟ من خیلی دوست داشتم که یک سیاستمدار خوبم شوم، عالم دوست دارم، واقعا خدمت کنم، دوست دارم که به مردم خدمت کنم. در مو خاطر ما حقوق خواندم، چند روز پیش خلاصش کردم و یعنی تمام شد، فارغ شدم. تبریکتان باشه. سلامت باشی. بسیار خوب. و همچنان تلخترین سالی که بر خودت گذشت؟ امسال بود. میفهمی چرا؟ دلیل ها خوبه خیلی زیاد دارد. اگر بفردازم بسیار زیاد است. یک دلیل که در این ماه که جمهوریت سقوط داشت این ماه مسابقه داشتم. 7 ماه 6 ماه تیر شد. 2-3 مسابقه دیگرم فای در فای اتمن انجام میدادم. که در اون مسابقات ما چقدر اندازه چی پیشرفت میداشته باشم. چقدر کار میکردیم. چقدر به مهدف های خود برزای خود میرسیدیم. ولی کلش ستاب ماند، عقب ماندیم و بسیار خوب. ولی جان عزیز، از تصمیم های سال پیش رو یا سال جاری بگو چه تصمیم داری؟ قبلا گفتی که من وطن از یاد دوست دارم، هی جای نمیرم. آیا شما داخل از کشور خود ماندین؟ والا وطن دوست دارم و بیشترم گفتم که وقتم بود عالم زمینم زیاد مساعد از دوستان میشه میگن که شما چرا نمیرین؟ چرا نمیرین برم سعیز؟ اما ما ای وطن دوست دارم، اون مسابقه را دوست دارم که مسابقه انجام بتونم و در بین مردم باشم. اگر خواستای ما یا مزمینی که ما میخوایم برای ما مساعد نشه، وطن ترک میکنیم و میریم در کشور دیگر که واقعا این برای ما خیلی سخت میباشه، دردآور میباشه. شاید به اکثر جوانان که حتی مرا فالو میکنن برزو همچنان و دوست دارم تا آخری اندازه تا حالیم زیاد حوصله کردیم و حوصله میکنم که برای ما زمینه خوبتر مساعد شوان که ما دوباره به مسابقات خود برگردیم و جوانم از یک انرژی مثبت بگیریم. تشکر. بخش بازی با تاثیر فرا رسید. من تصاویر براتون نشان میتم، شما میتونین که نظرتون رو بگوین. خوب آماده هستی؟ نشانم ندادی برام پیش از پیش. سعید میگه من چی بود؟ تصاویر همکارا آماده کردن، من هم خبری ندارم و ندیدیم که تصویر از کی بود و از کی است. و اولین تصویری را میبینیم که از کی است. بسیار خوب. بازمومد مبارز، دوستم، رفیقم، قهرمان خوب، دستاورده خوب دارن که مردم افغانستان هیچوقت فراموش نمیکنن. بس تشکر. تصویر بعدی خانم نغمه که ما علاقمند آواز و هنرش هستم و دوست دارم. کدام آهنگش دوست داری؟ افغانه ماشومه ایمان.
یک پیام بسیار خوب داره، میگه ما طفل افغان هستم، ما را اجازه بده که مکتب برم. یعنی دای چقدر یک پیام خوب دارن که رو خوانده. ما خیلی دوست دارم خاندانای میهنی عزیزم. میهنی عزیزم بسیار هنرمند خوب و دوست داشتنی هست. و تصویر بعدی سلیم شاهین آدمی خوب است. یکی از خوبیش کی است که لبخند لبخند میتواند مردم. من زمان تصویر نشان دادم شما لبخند زدیم، دلیلش؟ دلیلش این است که میگه سابق قیقه انگور بود داره قیقه همون گفت پایدیم آمد. سلیم شاهین یکی از سینماگران خوبی کشور ما خوب و عزیز هستم. بله تصویر بعدی ما خوبی جا گفتم ای نامی از یادم رفت، ایت خوب نام داره. من نامش نمیدونم. یک فیلم جدیدم خوب از یک چی فرار میکنه، از فکر کنم از گاو فرار میکنه، در یک پنجره داخل میشه که اینجا شیر میباشه که پس واز میکنه نمیشه. ایت خوب نام میشه. آفرینم. بسیار خوب. بریم به طرف تصویر آخری و ببینیم که این دوست داشتنی کی است. محب صاحب ما برزی این در نظام که چی تغییرات میان، یک دقیقه تصویر زیر خیلی بگی، این که در نظام چی تغییرات میان و میره اونگر بی سیاستش بر صورت، من شخصت زیر دوست داشتم، ما رو بسیار سپورت کرده بسیار خوب و ما رو دوست داشت، ما هم دوست داشتم، ما با استعداد و با شخصتش احترام دارم. یک در سیاست چی میگذره و چی میشه و چی نمیشه او رو میمانم بر کنارش. خواه یعنی شما دوستش. بله. بسیار خوب. میان برنامه کوتاه میگیریم، زود برمیگردیم. احمد ولی با ما هستن. شما را بازم خوش آمدید میگم و تشکر از اینکه با ما همراه هستین. برنامه دوستانه هست. احمد ولی هوتک، جوان و قهرمان مبارزات آزاد با خود دارم و در ضمنش بعضی دوستان میگفتن چرا که ولی هوتک عاجز است، یک رقم کم گپ است، این امروز خوشبختانه پر حرف شده و امروز شاد گیرش کردیم. نمیفهم دلیلش چی است، بسیار شاد است. میریم به طرف سوالات چالشی هوتک صاحب. یعنی منظوری که سوال چالشی است، اگر خودت پاسخ ندادی یکی از این گیم‌ها که روی میز است باید بازی بکنی. یک چالو از پیاز از چی تخم است کلش خام. پیاز باید نوش جان بکنین که بسیار به صحت مفید است و همچنان تخم باید بخورین همراه کچپ. فکر بکنم همکارا آماده کردن و کچالوی تراشه خام. خوب است. کدام کارتان شما را به درد سر انداخته؟ کدام کار ما رو بسر؟ یعنی کدام کار کردیم که برای ما جنجال شده؟ بر تو جنجال اکثر تو خوبی کردیم والا جنجال شده. باز پیش خود فکر کردیم، میگه یک پشتو یک مطال از میگه نه کار، میگه خوبی نکو که وادی از تو چی میخوای. بخدا اکثر وقت نمی خوبی برای ما جنجال جور کردن. جنجال جور کردن. این صادقانه میگم. و بازم دست از خوبی نمیکشم. میکنم. مثلا برای کدام دوستت خوبی کردی که پس خوبی خودت نفع میده؟ زیاد. باید یکش نام بگیری چون چالشی نه او را نام نمیگیری، مردش نام کرده نداره. یعنی او تو بود که باز ورزشکارا دست گرفتیم و راه درست برش نشان دادیم، مردش برش نشان دادیم، عزت و شخصت برش بخشیدیم. سبب بود شده برای خود درد سر. بسیار خوب. از کدام ورزشکار در مسابقه هراس داری میترسی؟ از همگی. همگی زیادتر برشان میگیریم و باید دور شکست بتیم. تو مشخص تریش میچم عارف ما چقدر که قوی باشه ما از اون میترسیم. کسایی که میشینه و گفتن تلاف میزنه که ما نمیترسیم دروغ میگه. تو میترسی از این میترسی که من نباید ببازم از باخت هر کی میترسن و او با دست خود میباشه که تو چقدر توانایی داری، چقدر زحمت میکشی که رو به شکست بدی. یک نکته کوتاه را میخوایم اشاره بکنین که از ورزشکار داخلی بیشتر هراس داری یا خارجی؟ زمانی که خودت از مسابقه خبر میشه گرچه گفتی اما میخوایم که مشخص ما از خارجی از داخلی صادقانه میگم هیچ راسم ندارم و هیچ برم بسیار عادی است. داخل هم میفهمم استعداد ما برشان معلوم است. بسیار زیاد تشکر. دوست داری کدام کار خلاف انجام میدی؟ بله بله. برف باشه، موتر پیشم باشه. تو برف که باد میکنی موتر پیشکا بزنی؟ نه مردم سرسرک باش دو برش برف یه خوب نیست اینجا. بسیار خوب. کاری که تنها در زندگی یک بار انجام دادی کدام کار بوده؟ کاری که یک بار انجام فقط یک بار انجام داده باشی
یادم نیست. خانو این کارو چک بار انجام دادی؟ میگه مال بقیش. سه قاب به صبرانه منتظرت است. یک بار انجام دادیم. یک در امریکا در کشتی بودیم. از کشتی در پراشوت بالا میشه خب؟ دوال گفتم برو ما دلاور هستم بالا میشم گفه نیست. وقتی که بالا رفتم ترسیدم. اون بار یک بار انجام دادم. باز نشد که انجام بودم. خواه خوب است. کشور امریکا هم رفتی. چند دقیقه پیش گفتی که دوباره پس برگشتم و در وطن هستم. یکی از ترینرهای داخلی را نام بگی که اصلا دوست نداری امرایش تمرین بکنی. سعی خو زیاد هستن که ما امرشان تمرین نکنم. به دلیل از این که الان اگه نامش را بگویم از ارده میشن شاید شاگرد داشته باشن. اما باز هستن که ایز دمیرهای ممی نرفته و خود ترینر و چی میگیرن. دوست ندارم که امرشان تمرین کنم. ما خیلی دوست دارم که امرشان تمرین کنم. مثلا وساق واسی هستن و ساز وید رسولی هستن که ترینر بسیار خوب هستن و قلبا دوستشان دارم. منظوری بود که دوست نداشته باشی امرایش تمرین بکنیم. نام نمیارزه که نام ولی جان سوالات چالشی هست. مطمئنن ما خودت باید به چالش بکنیم. ما رو در جنگ میندازی که نه خیر ما جنگ نمیندازیم. قابا در خدمت هست. خوی چی هست؟ کدام تینر دوست تینر چی باشم؟ تو باش البته میگم مشتی خودم؟ بله ما اکثر میمونه را دعوت کردیم مشخص کردن. یک ترینر هست چی هست؟ نامش آمد هست که رزوی چی خوش ندارم تمرین کنیم. یا آمد هر چقدر بپالیم که نیست. نیست از آقای هست. بسیار خوب. تشکر ولی جان نازنین. میان برنامه کوتاه میگریم بیننده عزیز. بعدش برمیگردیم بخش اخیر برنامه ما. فوق‌العاده یک بخش جالب و دیدنی هست. شما جای نرین با ما باشین و تماشا بکنین برنامه دوستانه. ولی جان عزیز چرا یک رزمیکار هستی؟ استعداد داشتم دوز داشتم که فایت کنم. چرا ایشی هست که زمان اول دمی رشته آمدم. هر دنیا هر چیز یک فلسفه دارن. بله. ما هم دایی داخل شدم. بسیار خوب. چرا عاجز و کم گپ هستی؟ بعضی وقت زیاد گپ میزنم. من یعنی در مجموع گفتم یعنی در طول روز اگر امروز یک جای تفریح بریم سیاحت بکنیم برنامه داشته باشیم. نه اونجا با زیاد گپ میزنم. گپ میزنم. خب. این سوال دوستا بود. چرا مسابقه خودت با مبارز برگزار نشد؟ دلیلی از این چی بود که یک بی اتفاقی بین مردم میشد که متاسفانه که ایده کل دنیا یک گفی سار معمولی هستن که دو هموطن با خود مسابقه میکنن. اینجا یک قوم یک طرف شده بود دیگه قوم دیگه طرف دمو یک نواب اتفاقی میشد که حتی مانع مسابقه ریجه مرم شد که تا این مسابقه لغو شد. در اصلش ولی جان مام خوش شدم از اینکه برگزار نشد به خاطر از اینکه به گفته شما یک تعویضگرایی ریجه به وجود می آورد و همونطور کشمکش هم در صفحات اجتماعی پیدا شده بود. شما شاید دیده باشین. چرا هنرمند نشدی؟ والا دایی که اگر ورزشکار نمیدون هنرمند میشدم و چراش یه از که صدایم خراب است. اگر هنرمند میشد رای کی را تعقیب میکردی؟ رای استاد ناشناس ها استازای بسیار را بررسی موسیقی که بسیار خوب. اگر ورزشکار نمیبودی چی میکردی؟ هنرمند یا دکتر؟ هنرمند یا دکتر؟ ما یک سوال دیگه میکنم. سه گزینه داره باز خودت انتخاب بکن. اگر خودت یک ورزشکار رزمی نمیبودی یا ورزشکار نمیشدی که ربط میگره بر سوال قبلی، کمدین میبودی یا آرایشگر میبودی یا دهقان؟ کمدین. دهقانی سخت از یاد ببخشید. خیر گفتی نیست. دهقانی سخت است. دیگه چی بود؟ آرایشگر نه او باز مردم کم میزنه. کمدین هم حالا چندان نه. یعنی دوست داشتین شما هنرمند باشین درست؟ بله. بسیار خوب. اگر افغان نمیبودی دوست داشتی از کدام کشور میبودی؟ افغان نمیبودم. والا چی بودیم؟ نمیفهمم. یکی از پاکستان نمیبودم دیگه که از هر جا میبودم خوش بودم. یعنی دیگه از هر کشور که میبودی قبول داشتی. خوب است.
اگر به جای اشرف غنی خودت می بودی چی میکردی در این وضعیت؟ والا او ریسفید بود، کلان بود، سیاست مدار بود، ما دوستش داشتم، دارم. گفت سیاست جدا میگذارم که در سیاست چی بود، چی شد و اردپالو ازی کیا بودن. ما به صفت یک ریسفید، به صفت یک رجمور برشان احترام دارم. او که چی تصمیم گرفتن مطمئنا او زیاد میفهمید، آدمی با فهم بود. اما به تصمیم از او انتقاد نمیکنم. یعنی خدای تو قرار نمیتونم که ما خوبتر از او کرا میفهمم ما این کار باید میکنم. او کاری کردن که مطمئنا خودش میفهمید و خودش هوشیار بود. ولی جان عزیز، اگر خودت به جای اشرف غنی میبودی چی میکردی؟ اول خود ما برای رئیس جمهور اشرف غنی بسیار احترام دارم، داشتم. به صفت ریسفید کشور، به صفت رجمهور کشور، یکی در سیاست چی میگذره، در نظام چی میگذره، کیا کنارش بود، چی شد، چی میشد، اوش به هر صورت ما قلبا به خودش احترام دارم، داشتم و خواد داشتم. دیگر او زیاد با فهم بود، زیاد با درک بود و زیاد هوشیار بود. ای که زیاد افغان قدرش نفهمید و شاید پسانه او را درک کنه، او را باز تاریخ بیان میکنن. دیگر ما به خود هیچ وقت اجازه را نمیتونم که ما با جزو میبودم این کار را میکردم و میکردم. معلوم دار که او بازم میگم که یک عالمی بسیار خوب بود، یک متفکر بسیار خوب بود. دیگه من در این سوالت جواب ندارم. تشکر. میان برنامه کوتاه میگیریم. بخش اخیر برنامه را فراموش نکنین که بخش اخیر برنامه ما چی باشه. شما بیننده باشین و جایی نرین. یک بار دیگر خوش آمدین بیننده عزیز به بخش اخیر برنامه و تشکر از اینکه تا این لحظات برنامه دوستان را تماشا کردین. امیدوار هستم به دلتان بوده باشه و احمد ولی نازنین در نهایت تلاش خود کرد که یک برنامه خوب و عالی بر شما بتوا سوالای را که من ازش پرسان کردم و بسیار بامزه برام جواب گفته. بخش اخیر برنامه طوری است ولی جان که ما به فیسبوکت مراجعه کردیم و از نظریات دوستا با خودت میگیم. 5 کامنت تا به خانش میگیرم، نظریات دوستا و خودت هم اگر نظر داشتی بگو، اگر نداشتی فقط بشنو. یک دوست ما گفتن مردم وقت عکس گرفتن عینک میمونه، شما وقت فوتبال. گفته آقای اوتک چرا؟ اونجا چی بود؟ آفتاب بود. ما آفتاب شما میخی قسمی میشه، نمیشه ضعیفی میکنه، ضعیفی نمیکنه. تو خورد میشه، شما هم خورد است. ما در بیرون اکثر تو خیلک می پوشم و او فوتبال که تو اشتکا کردم که اینا خوش شوان بخطر دلخوشی از اونا بکار کردم. ما اصلا فوتبال یاد ندارم متاسفانه، هیچ نمیتونم. یک خورترک هم میتونه از ما توفه بگیره. امی کمنتار شاید خودت متوجه شده باشی که دوستا از خودت پرسان کرده و یک نگاره تو بر صفحه فیسبوک ماندگار بوده که تصویرتان پست کردین با می عینک بوده. فعالیت صفحات اجتماعی تان چطور است؟ خوب است، میکنم، فعالیت میکنم. با جوابات مردم، با کامنت هایی که کسایی برات میگذارن پس دوباره ریپلی میتین؟ اکثر تا خوش میکنم، زیاد است ولی تا یک اندازه میکنم. خب ما دیدم به خاطر یک چند دوست ما گلای ازی داشتن که چرا ریکوست ما را قبول نمیکنی، چرا کامنت های ما را ریپلی نمیتی، از خاطر می سوال کردم. تمامش خونه میشه. من فکر که از ما مثلا 5000 فرند میباشه، سه لک نفر دیگه باید که ما را هر کچی میکنی این خونه میشه. بسیار زیاد تشکر. شما بهترین هستین چون بهترین اخلاق و ورزشی دارین، یک عزیز ما گفتن. قربانشان، تشکر. روستندیشان است، ما خاک پای مردم هستم و بر فرد افغان ما بسیار احترام دارم. این قسم بالا میخورم که هیچ پیش ما مرز ندارن که از کدام قوم است. انسانیت بالاتر از همه چیز است. ما باور دارم به وجودتان اوتک صاحب، انسان خوب و عالی هستین. تمام کامنت های شما را ما مرور کردیم، کسی پیدا نشده بود که براتان یک چیزی بگوید که پایت منفی داشته باشه. اینم از دوستیتان، از مهربانیتان است. کاش گفته هنرمند می بودی چقدر خوب می شد اوتک جان. اولا میفهم به زحمت، امی زحمت که دیگه از مسابقه میگشم در دو سه آهنگ میکشیدم خیلی خوب میشد و بسیار یک چیز بامزه و خوب میخواندم. یعنی به نظر شما گفتین کار ساده است، به نظر شما هنرمندی کار ساده است؟
او میفهمی مثال جا بجا میشین تمرین میکنی از ما که از نفس ما میبره فکر کنی یک مثال میتونی ما در کو میرم دوش بکرم میرم که او بسیار سخت است. این کار به نظرتان فرهاد دریا نمیتونه؟ نه خیلی فرداره ایتوان بسیار خوب رفیق نفکر نکنم بتانه ولی جان امی استاد وحید گفته امروی خودت یک مسابقه نمیگیریم فکر بکنم استاد وحید شما استاد وحید رسولی گفته استاد بوکس است و اگستان بسیار قند شیرین از اینی مفسر مداوری کردم خیلی موضوع مطمئنم که بر ما مهم نیست برای مردم مهم نیست که او از قوم هزار است ولی ما قلبا زیاد دوستش دارم و یعنی استاد ما است استاد بوکس ما است نه خیر او خوب استاد است هیچ وقت جرات به خود نمیدم بسیار زیاد تشکر و همچنان گفتم و درخواستی مرا اگر قبول بکنی واقعا مرا میخری یک نفر کم میکنم و رد میکنم همشه باز برای این باشم این دوستم از یاد گله کرده بود تقریبا چند کامنت گذاشته بود باز من می کامنتش را گرفتم گفتم باش از این طریق برنامه برای اتک جان بگویم که هر چیز زودتر ریکوستی دوستم را قبول بکنم یک باری تو کردم چند نفر انفرند کردم گفتم می کسایی که میگه که ما رد کنم اونا را گفتم رد میکنم پس اونا مثل که چرا ما نمیفهمیم که اونا خفه بودن پس وارد رد کردم دیگه این جنجال هستم ولی قلبا نمیگیره دوست دارم بخیر باشه تشکر بسیار زیاد لطف کردی مهربانی کردی که به سوالات ما پاسخ دادی فقط بخش اخیر برنامه میفهمی چی است جفت است یا تاق جفت ما شما یک زمانی گیم زیاد بازی کردیم خب ما جفت گفتم دوران طفولیت دوران کودکی و اینجا فرق میکنه فرقش در چی است اوتک صاحب؟ در بدل جفت است خودت یا مفکوی میگیم؟ مفکوی میگیم یعنی پیش هنوز بازی را آغاز نکردیم ما بیارم خودت جواب میگی یا خودت؟ مفکوی میگم باخت قبول داری؟ نه جالب است خیره یادی مواد دفتن یک معلوم بود خوب بسیار خوب است وقتی که ولی جان دوست دارن فکایی بگوین از گیم میگذاریم یعنی جفت استاق نمی کنیم مستقیم مستقیم فکایی میگیم یک معلوم بود خوب نه در مکتب معلوم شده بود این از سادگی زیادش بود از اشاری زیادش بود وقتی که تفریح شده بود که تیم شاگرده یام گریخته بود برو در تیک تاک دیدیم یکمی جالب بود یعنی از شاگردا که دوستات در گریز خوب بود آماده بود بسیار زیاد تشکر رحمت ولی نازنین از حضورتان و از اینکه دعوت ما را پذیرفتین به برنامه دوستان هم ایمان شدیم قربانتان تشکر شما تشکر از بینندا دیگه امیدوار هستم که دلتنگ نشده باشن و نه خیر بینم دلتنگ نیستن بینندا در این مدت وقت زیاد جوی احوالتان بودن که اینا کجا هستن احمد ولی و تک مصرف چه کار و بار هستن نظر به پیشنهادات انتقادات دوستان ما شما را خواستیم که در برنامه داشته باشیم دل دوستان جمع شود که احمد ولی و تک نام خدا تر تازه هست و مصرف کار و بار روز روزگار خود است سلامت باشین بسیار زیاد تشکر بینندای عزیز رسیدیم به پایان از برنامه دوستانه جا داره که از جمع از همکارم تشکری بکنم از اینکه صمیمانه برنامه را همکاری کردن و پشت کامره ها در تکنیک در ساوند در همه بخش ها با ما بودن و از همه شما خوبانی که همیشه حمایت کردین نظریات خوبتان با ما شریک ساختین اینجا برنامه را خاتمه می بخشیم تا برنامه بعدی شما را به علای پاک می سپاریم خداوند نگهدارتان الله حافظ